به نام خدا، علی حیدری هستم از آکادمی learnfiles.com. با 6 سال سابقه اختصاصی در زمینه توسعه وب، امروز میخوام دوره وردپرس رو شروع بکنم و امیدوارم مفید واقع بشه. خیلی خب، بریم سراغ سرفصلی که برای این دوره در نظر گرفته شده. سرفصلی دوره به صورت کلی اینجا اومده. یه سری سرفصل ممکنه اینجا نباشه، یه سری جزئیات دیده نشه که اونا در طول دوره بهشون بر بخوریم و باشون کار بکنیم، اما کلیات کار اینجا به صورت لیست اومده که ما میتونیم اونا یه توضیح مختصری بدیم و آموزشمون رو ادامه بدیم. اول از وردپرس شروع میکنیم. میگیم که وردپرس چیه و چرا باید از اون استفاده بکنیم. بعد میریم سراغ سیستم مدیریت محتوا. ما چرا اصلا باید از یک سیستم مدیریت محتوا یا CMS استفاده بکنیم. بعد از اون نوبت میرسه به آشنایی با مفهوم هاست آنلاین و آفلاین یا همون لوکال هاست. با برنامه های زمپ و ومپ آشنا میشیم. فایل های وردپرس رو جهت نصب آماده میکنیم. پایگاه داده ای رو میتونیم بسازیم. تیبل هاش رو میتونیم بسازیم. میتونیم اونا رو برای وردپرس آماده بکنیم. میتونیم روی لوکال هاست، یعنی به صورت لوکال داخل سیستم خودمون وردپرس رو بالا بیاریم. روی سی پنل وردپرس رو نصب میکنیم. نوبت میرسه به محیط خود وردپرس. میریم پیشخان وردپرس رو بررسی میکنیم. اگر برای پلاگین ها و قالب ها یا بخشی از وردپرسمون آپدیت بیاد اون رو بروز رسانی میتونیم بکنیم. منوها و فهرست های وردپرس رو با هم دیگه کار میکنیم، میتونیم اونا رو مدیریتشون بکنیم. تم های پیشفرضی که داخل وردپرس برای ما قرار داده میشن رو میتونیم باشون کار بکنیم. تم هیومن رو با هم دیگه روش عملیات هایی رو انجام بدیم، میتونیم از اون استفاده بکنیم. آپشن هایی که برای ما قرار میداره با هم کار میکنیم. یه توضیح بدم، تم هیومن یه تم حرفه‌ای خبری هستش که ازش زیاد استفاده میشه. وارد بخش نوشته ها میشیم. میتونیم امکاناتی که در این بخش برای ما در نظر گرفته شده رو با هم دیگه کار بکنیم. نحوه اضافه کردن نوشته جدید به همراه قابلیت های مختلف، همونطور که گفتم با قابلیت های بخش نوشته ها با هم دیگه آشنا میشیم، میتونیم از اونا استفاده بکنیم. از تک تک اونا میتونیم داخل مقالات سایت اون استفاده بکنیم. با دستبندی هایی که قبلا اونا رو ساختیم میتونیم کار بکنیم، میتونیم دستبندی ها رو بسازیم، حذف بکنیم، برچسب ها هم همینطور میتونیم اونا رو مدیریت بکنیم. نوبت میرسه بخش آپلود سنتر وردپرس. تمام فایل هایی که آپلود میکنیم در قالب یک رسانه به ما نمایش داده میشن. بخش های مختلف اون رو با هم دیگه بررسی میکنیم. بخش برگه ها رو باش کار میکنیم، میتونیم برگه جدیدی بسازیم. قابلیت هایی که در این بخش برای ما گذاشته شده رو میتونیم ازش استفاده بکنیم. بخش کامنت گذاری سایتمون رو با مدیریت میتونیم بکنیم. کامنت های کاربران رو میتونیم حذف بکنیم، میتونیم پاسخشون رو بدیم. بخش پوسته ها یا همون قالب سایتمون رو با هم مورد بررسی قرار میدیم، میتونیم اون رو سفارشی بکنیم. شیوه های دریافت و نصب قالب و پوسته رو با هم دیگه کار میکنیم. از چه جاهایی ما قالب هامون رو به دست بیاریم، اونا رو نصب بکنیم، اونا رو سفارشی بکنیم. پوسته های رایگان و غیر رایگان یه سری تفاوت با هم دارن. اون تفاوت ها چی هن؟ همه اینا رو داخل دوره کار میکنیم. معرفی مراجع داخلی و خارجی دریافت پوسته. ما از سایت ایرانی، از سایت خارجی پوسته ها رو میتونیم دریافت بکنیم، از اونا استفاده بکنیم بنابر نیازی که داریم. سفارشی کردن پوسته فعال سایت. فرض رو برای میذاریم که یک پوسته، یک تمی فعال روی سایت، ما اونو میتونیم مستقیما سفارشی بکنیم، بخشی مختلفش رو تغییر بدیم. مدیریت بخش منو یا فهرست های سایت. همونطور که گفتم ما اینجا میتونیم منوهای مختلفی بسازیم، همچنین اونا رو در هر جای سایت که خواستیم نمایششون بدیم. یعنی لزومی نداره فقط هدر باشه، مثلا ممکنه بخش فوتر هم یه منو داشته باشه، فوتر سایت، که بتونیم اون منو رو به صورت داینامیک بسازیم اونجا نمایش بدیم. ساخت فهرست جدید و نمایش آن در سایت. معرفی ابزارک یا همون ویجت. یه اصطلاحی داخل وردپرس هست به نام ویجت. ما میایم با ویجت ها آشنا میشیم، نحوه کار کردنشون رو باش آشنا میشیم به همراه مثالی که در این زمینه میزنیم. ویرایش مستقیم کدهای قالب و سفارشی سازی آن به وسیله ویرایشگر وردپرس. ما میایم اینجا
اول اومدیم گفتیم که میتونیم قالبمون رو سفارشی سازی بکنیم، حالا اینجا نوبت میرسه به یه سفارشی سازی حرفه‌ای تر که ما میایم کدهای قالبمون رو بهش دست میزنیم و به وسیله ویرایشگر وردپرس داخل همون وردپرس قالبمون رو ویرایش میکنیم. یه نکته اینجا وجود داره، لزومی نداره فقط الان تمی که روی سایت نصبه همون تم رو ویرایش بکنیم، ما میتونیم بیایم تمای دیگر هم ویرایش بکنیم. با مفهوم پلاگین یا همون افزونه آشنا میشیم، روش های نصبش رو با هم کار میکنیم، با افزونه های آکیسمت، یواسئو، تاینی ام سی ای و کانتکت فرم 7 آشنا میشیم. پلاگین ها رو میتونیم ویرایش بکنیم. نوبت به کاربران میرسه، ما میتونیم کاربرانمون رو مدیریت بکنیم، کاربر جدیدی رو بسازیم، کاربرانمون رو دسته‌بندی بکنیم، مثلا بگیم این کاربر ما مدیر سایت باشه، اون کاربر ما کاربر معمولی باشه، یکی دیگه نویسنده و ویرایشگر باشه. با افزونه AAM میایم سمت کاربر مورد نظرمون رو، دسترسی های کاربرانمون رو مدیریت میکنیم که به کدوم بخش دسترسی داشته باشن و به کدوم ها نه. سفارشی کردن پنل مدیریت وردپرس مختص کاربر مورد نظر، ما میتونیم بگیم اگر این کاربر وارد پنل وردپرس شد، به طور مثال رنگ تممون اینجوری باشه. با زمینه‌های دلخواه آشنا میشیم و اون نحوه به کارگیری اونا رو با هم دیگه کار میکنیم. با مفهوم ایمپورت و اکسپورت آشنا خواهیم شد. تنظیمات عمومی سایت رو با هم دیگه کار میکنیم. پیوندهای یکتا و لینک هایی که به صورت داینامیک به فایل ها و صفحه ها و مقالات ما داده میشن رو با هم کار میکنیم. با تم های خلاق یا همون کریتیو تم مثل تم بی آشنا میشیم و چند تا مثال هم در این زمینه خواهیم زد. چند سایت داخلی و خارجی که اگر وردپرس کار میشیم ممکنه با اون سر و کار داشته باشیم رو مورد بررسی قرار میدیم. بعد از اینکه کارمون با وردپرس تموم شد، ما میتونیم یه هاست بگیریم، یه دامنه بگیریم، به وسیله دامین نیم سرور یا DNS ها دامنه رو به هاست متصل بکنیم. سایت وردپرسیمون که روی لوکال نصب کرده بودیم به هاست آنلاین انتقال بدیم و در پایان دوره یه نتیجه گیری نهایی داریم که ببینیم چه کارهایی رو میتونیم با هم دیگه انجام بدیم، چه کارهایی رو نمیتونیم انجام بدیم. منابعی هم که استفاده شده سایت خود وردپرس، سایت رسمیشه و سرفصلمون به اتمام رسید. بریم برای ویدیو بعدی و شروع همکاریمون.